علیرضا فریکینگ فیروزجا اگینست ماکسیم واشی لاگراو، علیرضا فیروزجای وحشتناک مقابل مرد فرانسوی با سه نام ام وی ال در دور برگشت لیگ جهانی شطرنج. بازی‌های تیمی که علیرضا فیروزجا گرد و خاکی به پا کرده در میز یک لیگ جهانی شطرنج، چه بازی‌هایی ازش دیدیم. کارلسن، ناکامورا، آنان، ماکسیم واشیلاگراف رو شکست داده، 4.5 از 5 عمل کرده، 3115 در دور رفت مرقابت‌ها و حالا اومده دور برگشت برای تیمش بازی میکنه. نکته جالب این که علیرضا فیروزجا به این مسابقات دعوت نشده بود و میز یک این تیم یان نپومنیاشی روس بود که به دلیل مشکلات ویزا نیومده برای مسابقات و علیرضا رو سریع جایگزینش کردن بدون تدارکات، بدون هیچی. اومده گفته جانمی جان، بازی بدون فیشره، میریم تایم حریفا رو میندازیم و بازی میکنیم عشق و حال شطرنج. حالا بریم ببینیم مقابل ماکسیم چیکار کردن این بازی رو. دفاع این بار دفاع سیسیلی هستش و علیرضا فیروزجا با دفاع سیسیلی بازی میکنه و شاهد شاخه‌های اصلی نایدورف هستیم و فیل سرچار حمله سوزین فیشر، حمله‌ای که سوزین اولین بار بازیش کرد ولی خب بابی فیشر خیلی با سفید دوستش داشت و خیلی بازی میکرد. مقابل میخائیل تالم بازی کرده که یه بازیشو توی کانال لذت شطرنج انگلیسی Enjoy Chess English براتون گذاشتم، میتونید برید اونجا ببینید اون بازی رو که فوق‌العاده استش. مجموعه نایدورف رو اونجا توضیح دادم، همین چیزی که علیرضا بازی میکنه. بریم ببینید بازی کاسپارو، فیشر و خیلی دیگه. بازی علیرضا رو هم حتما اونجا میذارم. خب حرکت E6 و بستن خط فیل اینجا دیگه مثل نایدورفای دیگه E5 نمیکنیم که بذاریم فیل اینجا برای خودش هر کاری دلش خواست بکنه. E6 بازی میکنیم که خط فیل بسته بشه. حالا سفید فیلو میذاره E3، شاید حمله ولمیروویچ رو بخواد بازی کنه با آوردن وزیر به E2 و قلعه بزرگ میخواد بازی رو ببره توی یه لاین دیگه. اما علیرضا به سرعت B5 رو بازی میکنه و فیل بسه، فیل E7 گسترشش رو تکمیل میکنه. سریعا فیل رو به B7 نمیذاره چون خیلی وقتا خونه E6 دوچار مشکل میشه و سیاه حتی سفید حتی میتونه پیاده E4 رو یه جایی قربانی بده. پس فیل E7 اول میخواد قلعه اینا رو مطمئن بشه. آسه و قلعه از سمت علیرضا فیروزجا. آسه برای جلوگیری از B4 بود و حالا وزیر E2. یه جورایی ماکسیم داره احتمالاً تدارکات مخصوصش بوده برای این بازی. حالا میخواد قلعه بزرگ بره، همون حمله ولمیروویچ که بازیکن بسیار تاکتیکی قدرتمندی در دهه 70-80 میلادی بود رو میخواد بازی کنه. حالا فیل علیرضا بالاخره به B7 میاد، به این نتیجه رسیده که اگر از در E6 یا فیل در E6 بازی بشه مسئله نیستش، به خصوص فیل در E6 رو میزنه. از در E6 مثلا وزیر D7، از در F8 فیل در F8، سیاه دو سوار به رخ رو داره ولی خب توی وسط بازی معمولا دو سوار از رخ قوی ترن. F3 دفاع از پیاده و حالا اسب C6 تکلیف ما رو مشخص کن. آیا علیرضا میخواد اسب رو بزنه؟ ماکسیم قلعه میره، اومده که علیرضا از علیرضا انتقام بگیره، به دنبال انتقام. اما دلیل از 3-6 یه چیز دیگه است. اسب A5، این فیلتو میخوام داداش، این خونه 3-4 رو ازت میخوام. اینا چیزاییه که علیرضا به دنبالشه. رخ 3-8 بیا توی ستون و حمله به شاه. شاه B1، حرکت تکمیلی قلعه بزرگ رو ماکسیم بازی میکنه. ظاهرا بهترین حرکت نبوده و اینجا حرکت G4 حرکت قوی تری بوده. اما شاه B1 و رخ 3-8 اینم بهترین لاین نبوده و D5 یا استر B3 بعد از اینکه پس گرفت از D7 حتی D5 میگه زد با اسب بزن تو B3 و خیلی پیچیده میشه بازی. حالا ولی این شکاف مرکزی. اما رخ C8 و اینجا جالب این که میگه اینجا استر E6 رو میتونست بزنه، F در E6 فیل در E6 و سفید به عقیده انجین ها اینجا یکم بهتره. ولی خب میگم توی وسط بازی معمولا بازیکنان میگن دو سوار از رخ قوی تره، ولی خب سفید احتمالاً بتونه ساده تر هم حمله کنه از این به بعد. این بررسی انجینه، چیزی نیستش که دو بازیکن بهش رسیده باشن. وزیر رو میذاره E1، یه فشاری میخواد روی ایشون داشته باشه. خیلی حرکت جالبی نیستش کلن. باز علیرضا میتونست D5 بازی کنه اما اسب میذاره D7 H4 حمله از اون جناح و حالا اسب E5 میره. دو بازیکن انجین جلو دستش نیستش دوستان، نیستوش و شما خیلی راحت حالا ببینیم نزد علیرضا هم نمیبینه، حالا اونجوری هم نی ایجوری هم نیست داداش و اینا، انجین جلو دستشون نیست متاسفانه. حالا خوشبختانه اگر انجین بیاد جلو دستشون دیگه ما باید بساتمون رو جمع کنیم، به این بساط یه چیز دیگر رو پهن کنیم.
خب H5 باز از استری 6 کلن موضوع سفید سیاه کلن باید تا زمانی که اسبش توی F6 بود D5 میکرد، سفید هم باید استری 6. ما اینا رو از انجین یاد میگیریم، برای بازی خودمون باید استفاده کنیم، ولی خب اینجوری نیستش که توی هر وضعیتی استری 6 درست باشه، توی این وضعیت به خصوصه که درسته. خب H5 میخواد اون طرف رو باز کنه و حالا از 3-4 بالاخره اسب علیرضا از اینجا رفت، یه برنامه‌ای رو داشت، به 3-4 رسید، 17 دقیقه به 16 دقیقه چشاشون ترسیده، تن و بدنشون لرزیده، بازیکنان از علیرضا دیگه میخوان مقابلش برتری زمانی رو داشته باشن. فیل 3-1 میره که دفاع کنه از شاه، فیل F6 میاد که حمله کنه به شاه و G4 ماکسیم میاد با حمله، وزیر B6 حمله به اسب، اسپیدو D5 بالاخره در مرکز دلش راضی میشه که این D5 رو بازی کنه، متوجه میشه که خیلی وقت پیش شاید اصلا باید D5 میکرد و به این ضربه نیاز داشت. G5 و فیل به E7 برمیگرده و حالا E در D5، فیل در D5، اسب F4، سفید موفق میشه اسبش رو به خونه F4 برسونه و این یکم کار رو برای سیاه پیچیده میکنه، چون اسبش زیر ضربه، خونه E6 زیر ضربه و مسئله ساز. فیل B7 و حالا G6 ایجاد ضعف در اردوی سیاسی ها، در خطر توی بازی، چون که شاه سفید هنوز نمیشه بهش حمله کرد، دوتا فیل مثل شیر دارن ازش دفاع میکنن، کاملا لباس تنشه، اما شاه سیاه داره لخت میشه، قشنگ داره الان دیگه از این به بعد باید مواظب باشه مات نشه. علیرضا فیلو به F6 برمیگرده، میگه هر کاری میخوای بکنی بکن. اینجا حرکت جالب H6ه، خیلی دوست دارم این فرم حرکت ها رو، حتی اسب D در E6، اما ماکسیم میزنه توی F7 که حرکت بسیار بسیار اشتباهیه، یعنی خیلی غلطه. اگه اسب D در E6 میزد مثلا F در E6، H6 میگه تمومه، ولی خب دیدن اینا واقعا چرا تمومه؟ همین الان یکی به من بگه چرا تمومه، این جریان چیه مثلا؟ ولی خب شاه سیاه جریان شاهه، توی سیسیلی جریان شاهه، ولی خب یه کسی مثل ماکسیم که خودش سیسیلی بازه اینو بهتر از من و شما میدونه که باید به شاه برسه، ولی توی بازی میگه خب میذارم توی فف E6، چرا اصلا سر خودم رو در بیارم، و E6 رو میگیره. ولی نکته اینه که اینجا رخی 8، رخی 7 هم میتونه ستا بهتر بود، رخی 8 و یهو آچمزی، یهو درد سر، یهو فیل در D4 دارم میام، بیا جبرانش کن دیگه. شاه من یکم امن شد، اسبم هم فیلتو بلوکه کرده و حالا بیا کار. وزیر G3 رو دیده، همینجوری که بازیکن علکی نیستش، وزیر G3 رو محاسبه کرده، دیده گفته آقا اگه رخ در E6 بزنه من با اسب میزنم، اگه بزنه رخ H1 اینجوری، و مشکلات خواهد داشت در عرض آخر، به این سادگی هم نیست. همین هم اتفاق افتاده. وزیر C8 باز حالا دیگه نمیخوام هر حرکت رو انجینی ببینم اینجا، مثلا باز رخ در E6 بهترین نبوده، فیل C8 بهترین حرکت بوده. خوش به حالتون اگه میتونین این حرکت ها رو پیدا کنید، ساقیتون رو به ما معرفی کنید اگه تونستین. وزیر C8، اگر سایت chess.com نیستش البته، وزیر C8 که میاد عرض آخر رو دفاع کنه، ولی فیل A2 حرکت بسیار جالب که شاید آماده سازی B3 باشه، شاید هم نه، نمیدونم، شاید میخواسته از دست فیل فرار کنه. همه چیز ببین، من یه بازیکنیم، حالا 200 گذشته، حالا معلوم نیست ریتینگم الان واقعا چقدر باشه، اینا بندگان خدا 2700 2800ن، من بخوام هر چیزی که تو ذهن اینا هست رو بگم که نمیتونم، و اصل شطرنج، لذت شطرنج هم به همینه دیگه، ما کانالمون اینه، اینکه انجین چی میگه که خب معلومه دیگه، همه میبینن دیگه، گزارش منو میخوان چیکار، بررسی منو میخوان، من باید بفهمم اینا تو ذهنشون چی میگذشته دیگه. حالا تو ماکسیم، تو ذهن ماکسیم به نظرم این میگذشته که فیله از الان به بعد دیگه ارزش داره دیگه، بذار نذارم با اسب بزنتش. H6 شاید هم این چیزایی که من میگم چرت و پرت باشه، ولی خب در هر صورت رخ D3 باز میگه همون برنامه خودتو میرفتی های ماکسیم، B3 ولی خب B3 همون، و شاه ضعیف شدن شاه خودش همون دیگه، میگه نمیکنم کار نمیکنم، شاه هم امن باشه، برتری زمانی کمی رم نسبت به علیرضا دارم. اینجا باز علیرضا با شاه H8 میکرد با ایده اینکه وزیرشو بذاره، خلاص نمیدونم واقعا بازی سخته. فیل C6 اسب یه برگردیم دیگه، به چه دردی میخوره تو A5 اسب، خیلی تصمیم انسانیه، ولی خب اینجا مشخص میشه که شاه H8 دلیلش این بود که فیل در H6 رو میخواست جلوگیری کنه، ولی خب این میگه اگه H6 رو بزنه منم B2 رو میزنم، یعنی منم میتونم اسب B5 بیام، میتونم B2 رو بزنم، به همین دلیل ماکسیم هم نمیزنه B2 رو و F4 رو بازی، پر از اشتباه این بازی، ولی خب چون سیسیلی همینه، سیسیلی همین پیچیدگی بازیه، همین به همین دلیله که خیلی ها وارد شاخهای اصلیش نمیدن، چون خیلی مثلا E4 E5 خیلی چیزاش فرمی نیستش، تو باید هر لحظه رو یه جای، یه مهره یه جای دیگه باشه، یه پیاده یه خونه این ور اون ور باشه، کل چیزا عوض میشه. ف
فیل در چیش میگه درست تر بود بازی نکرده، از تر به دو نمیشه زد داداش، فیل در اف داره، من چرا میگم همینجوری وای خودم. به همین دلیل بود که شاهچش رو میگفت. اما اف 4 نمیبینه خوشبختانه. علیرضا میتونه اسب پره وسط و این نمیپره وسط، میاد اینور، اینم خوبه. حالا وزیر میاد توی اف 5، اینم خوبه. شاه میره چفت و رخ به 8، باید میومد تعویض وزیرها به دنبال مساوی میگشت. اما بعد رخ به 8 یهو فیل میاد توی ای4 و یهو علیرضا این بار نوبت ایشونه. ببین تا اینجا سفید حمله میکرد، قربانی میداد اینا، یهو فیل اومد توی ای4، از اینجا به بعد دیگه دارم به من حمله میکنی. فیل بس از 3-6، حالا اسب میخواد بیاد تو d4، a5 نشسته به رخ. خب رخ که تکون خورد میره تو d4، چیکار کنه؟ شاه رو میذاره اینجا، میزنه تو b3 و فیل میگه کیش و از دراسه، یه حرکت بسیار قدرتمند، البته خیلی ساده هم هستش، داره از c2 اینا کیش میده. وزیر f3 b4، دقیقاً b4 رو نفهم، b4 وزیر a5، چرا نمیفهمی تو این چیزا رو؟ b4 رخ d2 وزیر a5 کنه چیکار میکنه؟ وزیر a8 بازی مساوی میشه و نمیبازه، حالا به هر دلیلی دیگه نمیخوام کلن انجینی بشه. از 3-2 کیش میزنه فیل در 3-2 و اینجا آقای ماکسیم واشیلگراف تسلیم شده، چون یه سوار عقبه. چیکار داره میکنه باشون علیرضا؟ واقعا این بازی 83% دقت داشت، دقت ماکسیم 77 که اصلا دقت بالایی نیستش برای هیچ یک از دو بازیکن، ولی اوج پیچیدگی بازی، اوج لحظه های جذاب تو این بازی، تا اینجاها رو دو بازیکن خب بلد بودن، ولی از اینجا به بعد بود که همیشه از دری 6 رو انجین پیشنهاد میداد و برای سیاه همیشه d5 رو پیشنهاد میداد. دوتا بازیکن بازی خودشون انجام دادن و ماکسیم تونست طرحش بشینه، اتفاق طرحش گرفت و اینجا میتونست با h6 کار علیرضا رو یه جورایی یه سره کنه. با هر کدوم بزنی ستون باز میکنم رو سرت و مهم باز کردن ستون رو سر شاهه که انجام نداد و بازی رو باخت. خب بریم ببینیم نتیجه چی شده. تیم علیرضا تونست چهارمین بردش رو هم کسب کنه با همین پیروزی علیرضا که بسیار بسیار مهم بود. دوستان درست میگفتن، هر تیم تمام شیش میزش سیاه میشینن، اینجوری نیستش که میز در میون باشه. هر کلا مسابقات جذابیه، واقعا سیستم پوندهیش هم جذابه، من خیلی دوست دارم اینجوری سیاه مثلا ببره 4 امتیاز، خیلی جالبه به نظرم. حالا بالاخره باید یه تفاوتی باشه توی شطرنج با سیاه با سفید، البته توی این مسابقات نیست، چون توی لحظات پایانی بازی ساعت نزدیک دست با دست راست، به خصوص اکثر بازیکنان راست دستند، حالا فکر کنم ماکسیم چپ دسته ولی خب خیلی هاشون راست دستند، اینکه ساعت نزدیک دستت باشه برای انداختن زمان حریف خیلی خیلی پوانه بزرگتریه تا اینکه ساعت اون ور باشه بخوای حرکت کنی بزنی رو ساعت، تا اینکه همینجا حرکت کنیم اینجا بزنی رو ساعت خیلی فرق داره، ولی خب حداقل ثانیه ها صدم ثانیه هاش تفاوت داره. تیمور رجبوف بالاخره یه مساوی دیگه هم گرفت، دمش گرم، مقابل پیتر سویدلر یه مساوی دیگه گرفت و وی باخت به ویدیت، به ویدیت باخت وی. این ور کاستینیوک برد، واقعا بازیکن ارزشمندیه، ایشون هم نتایج خیلی خوبی رو گرفته، یعنی همش سه تا برد داشته، سه تا مساوی توی تیم علیرضا. اون ور باز میز 4شون، میز 5شون باخت، میز 6 هم مساوی کرد. این برد علیرضا تقریبا میشه گفت دلیل اصلی پیروزی 10-8 بود. این بار اینجوریه که تیمای مثلا تیمایی که دور 5 به هم دیگه خورده بودن دور 6 هم به هم دیگه میخورن و همینجوری برمیگرده تا دور 10 مسابقات که تموم شد. اونجوری که از کامنت های دوستان من خوندم، دو تیم اول میرن فینال که الان در صدر جدول خب میدونیم که تیم آنیش 5 تا بازیشو برده، تیم علیرضا هم از 6 4 تاشو برده، خب خوبه. حالا میمونه سر این که نمیدونم تیم آلپین، تیم کارلسن 3 تا بازی رو برده. این یعنی رقابت ما بین این 3 تا تیم، الان 3 تا تیم هستی که 2 تاشون برن فینال و رفت و برگشت دوباره با هم دیگه بازی میکنن. و چیزی هم که بهتون بگم، در سایت 2700 چس علیرضا فیروزجا به نفر 4 سری دنیا اومد، کارلسن اول، وی دوم، دینگی که بازی نمیکنه سری خیلی وقت سومه و علیرضا 4، شاید تا این مسابقات وی رو هم شاید بتونه بگیره. البته وی عملکرد خوبی رو داشته ولی خب میتونه تا دوم هم بره، اول که دیگه نمیشه واقعا. کارلسن 7 داده تو این مسابقات، دوباره مساف علیرضا کارلسن رو در دورهای پایانی خواهیم داشت، میتونه خیلی جذاب باشه برامون و
جالب باشه. یه چیزی هم که الان دیدم، محمد امین طباطبایی داره در لیگ بوندسلیگای آلمان بازی میکنه و بازی رو مساوی کرده، بازی امروزش رو. میبینید که شطرنج بازا چقدر فعالن. شما مگه میخواین پیشرفت کنین باید خیلی فعال باشین، حالا مسابقه، سایت، بررسی کردن بازیاتون و اینجور کارا. چیکار میکنه داره علیرضا برای ما بنویسین، و اگر هم توضیحات تکمیلی مثل ویدیوهای قبل بود برای ما بنویسین. دمتون گرم از این همه محبت که با لایک هاتون با کامنت هاتون به من میدین، کارتون درسته. دم اونایی گرم که بازم ما رو دونیت میکنن به هر طریقی که میتونن. امیدوارم ما هم بتونیم ادامه بدیم و این مسابقات رو تا انتها با پوشش مناسبی در خدمتتون باشیم. پوشش مناسبی، خب از شطرنج زندگی لذت ببرید.